رسانه های خارجی گزارش می دهند که نشست اسلو درباره افغانستان روز گذشته آغاز شده. بر بنیاد گزارش ها هیئت امارت اسلامی با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان دیروز در پشت درهای بسته در اسلو دیدار کرده و قرار است این هیئت روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با نمایندگان امریکا و اتحادیه اروپا نیز گفتگو کنند. امارت اسلامی میگوید که این گفتگوها روی آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان، حذف فهرست سیاه، از سرگیری و گسترش روابط دیپلماتیک میان کابل و واشنگتن متمرکز خواهد بود. این هواپیمای حامل هیئت امارت اسلامی است که شنبه شب به میدان هوایی اسلو پایتخت نروژ نشست کرد. این نخستین سفر هیئتی از امارت اسلامی به اروپا است. نشست اول با امریکایی ها روی آزادسازی دارایی افغانستان، حذف لیست سیاه و همچنان اثرگیری و گسترش روابط دیپلماتیک با آنها گفتگو می شود. روز یکشنبه روز اول نشست اسلو می باشد و تا سه شنبه یعنی برای سه روز ادامه خواهد داشت. همزمان نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان که از سوی دیپلمات های پیشین رهبری می شود در یک اعلامیه از برگزاری نشست اسلو استقبال کرده، اما در این حال خواستار فشار جامعه جهانی برای ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در افغانستان شدند. این نشست نقطه عطف شمی است که زنان افغانستان و مردم افغانستان میتونن حداقل در هم سطح بودن با طالبا بر جامعه جهانی مطرح باشند. در اونیه که فرصت طالبان پاره که چه طالبان او کرسی خیلی دیالوگو که خیلی اغزی موقعی او که او خیلی ستراتیجی زغوره که آلتا او لابی او که دیزی افغانستان دیر ستونزی آلتا سی و دوی افغانستان پرسنتو پیزین حتی که دیزی امریکا کنگسه و پسید افغانستان بتره پیگیم. در کابل نیز شماری از فعالان حقوق زن در نشست میگویند که باید امارت اسلامی در نشست اسلو جایگاه زنان را در حکومت روشن بسازد. نقش زن، سهم زن، دید زن و جایگاه زن از دیدگاه امارت چی هست؟ قدرتی که بعد از تحولات ایجاد شده همه شمول نیست. خواسته ها و اراده مردم باستاب نمیدهند. اما دعوت رسمی از امارت اسلامی به نروژ با واکنش های گوناگون نیز روبرو شده است. از جمله نهاد زیر نام دولت زنان افغانستان در تبعید در یک اعلامیه امارت اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از دولت نروژ به خاطر دعوت از امارت اسلامی انتقاد کرده است. شماری از شهروندان کشور مقیم کشورهای اروپایی در محل برگزاری این نشست در اسلو و در برابر سفارت نروژ در لندن نیز در پیوند به این موضوع دست به اعتراض زدند. کمیته هماهنگی اقتصادی وزارت مالی پاکستان میگوید برای بازرگانان افغانستان اجازه دادند تا 14 قلم کالا را از پاکستان به افغانستان با کلدار پاکستانی صادر کنند. اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان این اقدام پاکستان را در توسعه تجارت میان دو کشور اثرگذار میداند، اما در دراز مدت به زیان کشور میداند. آمارهای اتاق تجارت و سرمایه گذاری نشان میدهد که در چند ماه اخیر داد و ستوت میان افغانستان و پاکستان تا 26% کاهش یافته. روزنامه دان پاکستان گزارش داده است که بر بنیاد فیصله کمیته هماهنگی اقتصادی وزارت مالیه این کشور 14 قلم کالای پاکستانی به افغانستان با کلدار پاکستانی انتقال داده خواهد شد. بر بنیاد این فیصله تا زمانی که جامعه جهانی امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد و بازرگانان افغان اجازه داده می شود تا اقلام ضروری و مواد غذایی را از پاکستان به کلدار وارد کنند. د پاکستان حکومت ځینی اقلام خپل صادراتي اقلام اعلان کړی دی چې دا به په افغانستان ته په کلدارو باندې په دې باندې تجارت کیږي. مهمه دا ده چې د پاکستان مرکزی بانک په دې باندې خپل خنډونه یا کم شرطونه چې وه ختم کړه. پاکستان یک پیشنهاد کردن کې باید مردم افغانستان کې د ایجا مواد میرن به کلدار میپروشه، پس جنسه که میخره به کلدار بخره و ببره به افغانستان. در همین حال برخی آگاهان به این باورند که داد و ستود با کلدار پاکستانی می تواند عرضه کلدار پاکستانی را بلند ببرد و تقاضا به پول افغانی را کاهش دهد. طبیعی است پایین آمدن تقاضا به پول افغانی باعث پایین آوردن ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی میشه و در ولایات مرزی افغانستان و پاکستان کلدار میتونه به بسیار سرعت ترویج بیابه. با این حال شمار از باشندگان پایتخت میگویند که داد و ستود با کلدار پاکستانی به زیان کشور است.
این به نفع کشور پاکستان میشه، باید از کار شده که هم به نفع کشور خود ما باشه، افغانستان باشه، هم به پاکستان. اینا باید اول به وزارت مالیه بشینن صحبت کنن که به نفع افغانستان است یا نه. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که بازرگانان در انتقال پول از بهره خرید کالاهای بازرگانی به مشکل روبرو هستند و اجازه انتقال دلار به بیرون را ندارند. بر بنیاد آمارهای این اتاق، به دلیل این مشکل میزان داد و ستد افغانستان با پاکستان تا 26% کاهش یافته است. روی همین مورد بیشتر صحبت میکنیم با مهمانم در برنامه، آقای دکتر مخلص احمد، مشاور اتاق مشترک افغانستان و پاکستان که از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند. آقای احمد درود بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. ابتدا از چگونگی رابطه تجاری افغانستان با پاکستان اگر یک تصویر کلی بتین. بسم الله الرحمن الرحیم، بار سلام خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون طلوع. تشکر از آن وقت زمانی که از طرف امریکا تحریم بالای انتقال پول از طریق سیستم آنلاین بانکی و تیتیک از بالای جامعه تجاری افغانستان وضع شده، متاسفانه ما نتانستیم که به شکل نرمال و کمافی سابق از همه انتقالات پول خود به خاطر خرید و به خاطر انتقال فروش اموال صادراتی خود در مارکت های همسایه، کشورهای همسایه و جهان که دوباره پول خود انتقال بدیم. یکی مشکلی که ما همراه کشور همسایه پاکستان داشتیم و علل و اساسات عمدهش که نمی بود که ما وقتی که از کشور همسایه پاکستان می خواستیم باز اموال کس خریداری کنیم، سابق کس ما پول خود از طریق بانک کس تیتی می کردیم، انتقال می دادیم و در اواخر باز حالاتی بود که ما از طریق حواله یا از طریق صرافی کس به شکل لوکال یا هم کس ما تجارا و باز کسانی که به شکل کوچک کس خریداری میکردن پول کس از طریق حواله و صرافی انتقال میشد، که متاسفانه یک حالت بحرانی که در بخش انتقال پول در افغانستان آمد، این تاثیر مستقیم بالای مارکت پاکستان هم صورت گرفت. آقای احمد، دلیل همین وضعیت بحرانی در چی میدانین مشخصا؟ مشخص کس به نظر ما کس قدم اول کس انتقال پول است، داد و گرفت کس سابق ما از طریق تیتی داشتیم با بعض کمپانی ها کس و همراه پاکستان مانند سمنت و بعض اموال اقلام دیگه، ولی متاسفانه یک بار کس این کس مزدود شد، ما نتانستیم پول خود از طریق تیتی انتقال کنیم و کشور همسایه پاکستان کس در سال گذشته در ماه دسامبر 2021 استیت بانک پاکستان کس یک پالیسی را اعلان کردن که اونا گفتن که هیچ کسی نمیتونه بدون فرم ای اکسپورت فرم، یعنی پول او فرم یا ورقی که از طریق پاکستان کسایی که به افغانستان مال میاره باید او فرم داشته باشه، که برای ما هم مشکل بود به خاطر از اینکه او فرم کس خصوصا در بنادر کس باید ما پول فیزیکی را با کشتم و گمرکات اونا کس ما حضور نشان می دادیم با بعد از کس این فرم بر ما می داد و ما می تانستیم این پول کس با پاکستان انتقال کنیم و با کمپانی و از طریق استیت بانک کس ما مال خریداری کنیم، که بر ما دشوار است. دشوار بودن از این است که یکی ما نمی تانیم که در شرایط موجود پول خارجی یا دلار کس ما از افغانستان کس بیرون برگردانیم، و دومی که از شهرها کس تا بنادر انتقال پول که دلار کسی هم کس از نگاه شرایط امنیتی و دیگه حالت کس هم بر ما مشکل بود. بنان یک مشکلی بود که در 4 ماه آخر کس طوری که شما هم در خبرها گفتین 26% کس اواید در بخش صادرات یا اکسپورت پاکستان کس اینا کس تنزیل یافته و بالاخره افغانستان هم کس ما از طریق کشور خود کدام صادراتی که داشتیم متاسفانه روز به روز کس اینا هم کس کمتر میشه. درست. و فعلا در حالت آمده که ما نمیتونیم می صادرات کشور خود کس
با پاکستان انتقال بده. درست آقای احمد، همونطور که شما اشاره کردین در این اواخر داد و ستود میان افغانستان و پاکستان 26% کاهش یافته. فکر میکنین دلیل همین وضعیت چی هست؟ چه سیاست ممکن است که حداقل در جلوگیری از کاهش داد و ستودها کارساز واقع شود؟ خب عامل اساسیش که است، ما دو جانب اگر فکر کنیم در کشور ما که است، متاسفانه همی تحریم که به خاطر انتقال پول تجارت است از طریق آنلاین و کیتی این بلاک شده است، یکی عامل اساسیش است. و در پهلو که است، متاسفانه کشور همسایه پاکستان از یک طرف اینا لابی میکنن، دادخواهی میکنن و سطح جهانی که کمک های بشر دوستانه کشورهای کمک کننده را که از بر افغانستان جلب میکنن، ولی در پهلویش متاسفانه همین پالیسی را که استیت بانک اعلان کرده است، این یک ضربه خاص است بر اقتصاد افغانستان و یک مشکل زاست برای جامعه تجاری ما، به خاطر از اینکه ما نمیتونیم پول خود را انتقال بدیم و پول را اموالی را که ما صادر میکنیم دوباره نمیتونیم امو پولش که به کشور ما برگشت کنه. و در پهلوی از این جنس را که ما به مارکت خود نیاز داریم که از پاکستان وارد کنیم، متاسفانه او هم زمینه که است مهیا نشد، نمیشه که ما چه قسم بر اونا پول انتقال بدیم. درست آقای احمد، بله، صادرات کالا از پاکستان به افغانستان با پول کلدار که خب در اواخر گفته شده چقدر میتونه زیانبار باشه و راه بدیل را که باید حکومت بسنجه چه چیزی است؟ مشکل اساسی که امرو یک ضربه و یک مشکل عمده که از بر اقتصاد و تجاره ما که شده، اینمی اعلان کمیته اقتصادی هماهنگی پاکستان بود. بله. اونا اموال خود، اموال و اجناس که در افغانستان مارکت داره که 14 قلم است، اینا را که از بکلدار اجازه داده است و گفتن که امی اکسپورت فارم که از اونا معاف شد، ولی در پهلویش که از متاسفانه به نام الکترونیک امپورت فارم که است که ما باید از افغانستان بر جنس انتقال بدیم به پاکستان، متاسفانه که است او را که از بالای معطل که است آزاد نساخته است و این که است خودش که است یک نوع مشکل است. ما از حکمرانای کشور خود، از افغانستان، از وزارت صنعت و تجارت، اتاقهای مشترک، اتاقهای تجارت و صنایع، وزارت خارجه و همه زمامداران خواهش میکنیم که امرای پاکستان صحبت کنه که همی الکترونیک امپورت فارم کس یا امو سند واردات پاکستان کس اونا را کس باید هم بالمثل عمل کند، طوری که امو اکسپورت فارم کس اونا آزاد کردن، اینا را هم کس آزاد کنه. درست آقای احمد، شما من حیث مشاور اتاق مشترک افغانستان و پاکستان حداقل در همین مدت نگرانی هایی را که خب حالا بیان میکنین، آیا واقعا با مقامات حکومت امارت اسلامی هم در جریان گذاشتین و پاسخ اونا چی بوده؟ بله، ما دو جانبه هم به مسئولین پاکستان و هم کس به مسئولین افغانستان کسی را ما رساندیم. یک هفته قبل در نقطه سفتی ترخم ما یک جلسه کمیته هماهنگی داشتیم که در او کس آنلاین ویدیو کنفرانس داشتیم با مشاور صدر اعظم پاکستان آقای نوید یوسف، که این مسئله را ما برشان جزوار تشریح کردیم، گفتیم برشان و بعد از او کس همین 14 قلم کس اون آزاد کردن و فعلا کس ما این موضوع را کس به وزارت صنعت و تجارت جناب وزیر صاحب وزارت خارجه سپردیم که انقریب کس خودم حیات که مشاور امنیتی صدر اعظم پاکستان به کابل میه، این مشکل امرایشان مطرح کنه به میان بگذاره تا بتانیم کس امی مشکلی که در بخش الکترونیک امپورت فارم کس باید برای افغانها کس برای جامعه تجاری افغانستان کس اونا هم کس ماف کنن و آزاد کنن که ما به شکل نرمال بتانیم امو کمافیل سابق کس کاروبار خود با مارکت پاکستان با پیش بریم. درست آقای احمد، خب شما فکر میکنین سیاستی که مشخصا باید اتخاذ شود حداقل در همین موضوع چه نوع سیاست خواهد بود که کارساز باشه بر خود مردم افغانستان و بر اقتصاد افغانستان؟ در کنار از این پرسش را که ما میخوایم بپرسمی است که آیا آزادسازی ای 14 قلم کالایی که از طرف پاکستان آزاد ساخته شده و اجازه داده شده، فکر میکنین بسنده باشه؟ فکر فعلا کس این یک دستاورد است برای تاجرها و برای فابریکادارای پاکستان، ولی در پهلوی از این کس
ما پیشنهاد ما کس فعلا ای است که چون نظام بانکی ما بلاک شده است، برای ما کس بارتر ترید اگریمنت یا او یک قراردادی که در سالهای قبل که بدون پول کس تبادله جنس بوده، اگر از او پالیسی ما کار بگیریم میشه که مشکل مال شود. و اگر به می شکل بانه که پاکستان بتانه کس اموال خود در مارکت افغانستان به پول ملی خود یا کلدار کس به فروش برسانه و ما نتانیم که از این مزایا مستفید شویم، بنان کس یک مشکل عمده و اساسی است که بر ما کس به میان میاد. فعلا ما آرزو داریم، تقاضا داریم که پاکستان اول امی ای امپورت فارم ماف کنه و در پهلوی ازی اگر ما نتانیم که پول کس به شکل حواله و صرافی که امروز ستیت بانک پاکستان بالا از یک کس بسیار زیاد قیودات وضع کرده است، میتانیم که امی بارتر ترید اگریمنت یا تبادله جنس یا خدمات کس بدون پول جنس با جنس کس یک بدیل است که میتانیم ما به خاطر رشد کاروبار خود کس استفاده کنیم. که ما همه این موارد کرد بر هر دو جانب، هم به کشور پاکستان و هم بر زمامداره افغانستان از طریق اتاق مشترک و اتاق تجارت و سرمایه گذاری به میان میگذاریم، ببینیم که بزرگات چی تصمیم میگیرن. بسیار زیاد تشکر آقای دکتر مخلص احمد، مشاور اتاق مشترک افغانستان و پاکستان، از حضورتان در برنامه. تشکر از شما.